تشکر از شما. من یه گزارش مختصری میخواستم از جنگ سیاسی که ما در با رژیم در همه پهنه ها داریم بدم، در حالی که برخورد قهرآمیز ما با رژیم در داخل کشوره، ولی جنگ سیاسی ما هیچ محدوده جغرافیایی نمیشناسه و در همه پهنه ها هست. من فقط میخواستم یک اشارهی بکنم به سندی که ما در قیام تا سرنگونی دیدیم از اسناد وزارت خارجه که کمیته سیاسی مقابله با منافقین از تاریخ 19/10/97 سال 97 تا 99 بالغ بر 6 جلسه گذاشته بودن که در مورد ما تصمیم بگیرن. تمام نهادهای زیربط، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، ناجا، پلیس، انترپول، دادستان، همه اینا بودن، وزارت فرهنگ، وزارت خارجه، که مهمترین مأموریت اینا کمیته سیاسیشون بوده که برای گفتن ما باید از منافقین اعتبار زدایی بکنیم و سلب مزیت‌ها و ارزش‌هایی که اونا به دنبالشون هستن، و این اعتبار زدایی باید در همه حوزه‌ها و نه فقط سیاسی صورت بگیره. این شاهد ما کار رژیم در همه پهنه‌ها هستیم، در همه کشورها، نه تنها توسط ارگان‌های تبلیغاتی خود رژیم، بلکه همونطور که اصطلاحی که آقای فرشید به کار برد، نیروهای نیابتی رژیم و به کارگیری انواع و اقسام مزدوران. من از مسئله روز شروع میکنم. همونطور که شاهد بودید، روز که برگزاری جلسه زن رو داشتیم، یه تعدادی از این مزدورا اومدن اونجا و میخواستن در جلسه ما اخلال ایجاد بکنن. این کاری که اینا کردن البته بعد از یک سلسله فعالیت‌هایی بود که دیده بودن به نتیجه نرسه. در همین فرانسه وقتی که ما حمایت نمایندگان مجلس رو گرفتیم، یه دفعه مواجه شدیم با بمباران ایمیلی و مراجعه این نیروهای نیابتی رژیم که اینجا فعالیت میکردن. اینجا یک انجمنی درست کرده بودن به نام انجمن فم آزادی یا اکشن فور ایران یا وی آر استیودنت. اینا کارشون اینه که تو مجلس برن سراغ نماینده ها و علیه ما تبلیغات بکنن که اینا نماینده نیستن، نماینده مردم ایران نیستن، اینا تروریستن، اینا از تو لیست آمریکا بودن، تو لیست اروپا بودن، و تمام اون سوابق رو بگن برای اینکه جلوی فعالیت های ما رو بگیرن. که البته اینجا چون موفق نشده بودن که علارغم این کارا جلوی حمایت نماینده ها رو بگیرن یا امضاهاشون اینا پس بگیرن، اومدن این اقدام مهاجمانه رو کردن که اینا، اونایی که اومدن جلوی در و پلاکارد بلند کردن 12 نفر بودن، 8 زن، 4 مرد که محل تجمعشون هم رو اون کافه روبرویی بود، که اینا یه سری شعارهایی هم بلند کرده بودن علیه ما، که مسئول این انجمنی که اومد اونجا، فهم آزادی، خانمی به نام منا جعفریان، که این کار رسمیش ظاهرا اینه که وسایل آرایش و اینا رو اینترنت میفروشه، ولی کار اصلیش اینه که در ارتباط با رژیم علیه ما فعالیت میکنه. یک باندی تشکیل دادن از 10-12 نفر. این منا جعفریان، اسم جعفریان شاید براتون آشنا باشه، محمود جعفریان بود که تو دم و دستگاه رژیم شاه توده‌ای سابق که در خدمت ساواک در اومده بود، این بله، این عموی اینه. بله، کار اصلیشون هم اینه که زیرا به پارلمانترهای فرانسه رو در حمایت از ما بگیره. بله، نه برادر زادش. پلاکارداشون هم این بود که مجاهدین تروریستن، مجاهدین نماینده مردم ایران نیستن. یکی دیگه شون هم بود که تو این اون جلو خیلی فالانج بازی در میورد، اسمش پانتئاس، که این حرفای خیلی دیگه با فرهنگ رژیمی میزد، میگفتش که
شماها برادر خواهرای ما رو توی مرصاد کشتین، یعنی کلمه در حالی که قیافش یه قیافه سانتیمانتال غرب پسند بود، ولی میگفت فحاشی هم میکرد و حمله میکرد و اینا، خیلی مهاجم بودن، حتی زنهاشون حمله میکردن، ولی با قاطعیت و ایستادگی هوادارا اونجا واسدن، زود جمع شدن و بساطشون جمع شد. به هر حال از اونجایی که بعد از اینکه ما تقریبا حمایت 4000 تا نماینده رو در 34 کشور گرفتیم و حمایت 124 تا رئیس جمهور و نخست وزیر، رژیم به این رو فکر افتاد که تو این زمینه کار بکنه. به این جهت تو اکثر کشورها گروه های پوششی درست کرده، نمونه آمریکاشو خانم سیفی توضیح داد. توی اروپا ما شاهد این کارا بودیم که تو تمام این پارلمان ها میرن و میخوان سعی کنن که پارلمان ها حمایتشون رو پس بگیرن از ما. این یک حیطه ای از جنگ ماست که محدوده جغرافیایی هم نمیشناسه، از کانادا تا استرالیا. مثلا همین دیروز که کانادا خانم اسکی رو بوده شروع شده تو این فعالیتاشون. نکته دیگه ای که فکر میکنم همه تون باش آشنا هستین، این پروسه‌ای که ما در سال گذشته گذروندیم، بحث افشای آلترناتیوهای پوشالی، همونطور که شاهد هستین متناسب با شروع قیام و ادامه قیام، همینطور آلترناتیوهای پوشالی توسط عوامل رژیم، عوامل سلطنت که در واقع سرشون به رژیم میخورد تشکیل میشد، که خیلی هاشون هم عمرشون یکی دو ماه بیشتر نبود. حالا تو دانشگاه نمیدونم تو دانشگاه آمریکا همینجوری منشور مهسا رو راه انداختن، چی انداختن که اینا دیدین که همش تقش در اومد، که دیگه الان میشه گفتش که به تجزیه افتادن. آقای ژورک در صحبتاش گفتش که این پروژه من و تو به این خاطر خاتمه پیدا کرد که پروژه سلطنت شکست خورد. یعنی یکی از بانیان این بهش گفته بود که بله اینجا شورا و مجاهدین پیروز شدن، سلطنت شکست خورد، من و تو هم بسته شد، چون کلن این من و تو برای لانسه کردن سلطنت ایجاد شده بود نه کار دیگه. و بعد از اونم به جون هم افتادن، یعنی اخیراً با تو همین دیروز پیروزا مصاحبه ای صورت گرفت که افشا شد که توش در واقع این رضا پهلوی بوده که این کارو انجام داده. یعنی یکی از مهمترین مسائل ما اون دیواره هایی که ما تونستیم این پروژه رو مواجه با شکست کنیم، چون اگه خاطرتون باشه اون اول کار خیلی بحث همه با هم و اینکه بیایم و نمیدونم شما از شعاراتون کوتاه بیاین و اینا، در حالی که خب ما فقط با پرچم ایران شرکت میکردیم ولی شعار نشاه و نشه خود داشتیم، و واقعا این شعار این قیام و نجات داد از به انحراف کشوندن. این شعار و شعار مرگ بر ستمگر پشت ما، چون ما با قدرت وارد شدیم، بعد گروه های دیگه هم که مرزبندی با شیخ و شاه داشتن اومدن، در حالی که اونا قبلش فکر میکردن تحت این فضا و این جوی که وجود داشت میترسین از این که بیان وارد این قضیه بشن، که الان ببینیم که بعد از یک سال که گذشته اصلا اثری از آثار بچه شاه دیگه نیست. اینا در واقع اوج کارشون پارسال بود توی مونیخ که اومدن از ثابتی رونمایی کردن. یعنی علارغم این که هی میگن ما یه شاه دموکراتی میخواییم و میخواییم مثل اسپانیا باشه و مثل انگلیس باشه، ولی مظهر اون جرثومه کارشون رو نشون دادن. یعنی ما رژیمی میخواییم که ثابتی مظهر و سمبولشه که سرشکنجگر بوده. خب اونایی که زندان زمان شاه بودن میدونن که این رئیس تیمهای بازجویی بود، یعنی تیمهای بازجویی که توی کمیته ضد خرابکاری اینا وجود داشت، ثابتی بالا سرشون بود که اینو اومدن رونمایی کردن. در واقع کارنامه من و تو هم با این بسته شد، یعنی
با مصاحبه‌هایی که ثابتی کرد که پیام این مصاحبه هم برای رژیم این بود که آقا سرکوب کن، چون من به شاه گفتم که یعنی به سیستم سابق گفتیم که آقا کوتاه نیان، برای چی صلیب سرخ را دادی، برای چیزی که و گوش نکردن و سرنگون شدن. بنابراین شما هم هیچ شکافی توی سرکوب نباید انجام بدیم. به هر حال این پهنه جنگ سیاسی ما پهنه گسترده ایه. یه پهنه دیگه هم که من فقط یه اشاره‌ای بکنم، ببینم چند دقیقه مونده، از پهنه‌های مهم جنگ سیاسی که خب تو داخل از خارج از شما آمار و ارقام ما قبلا دادیم، شاید 500 600 تا کتاب علیه ما نوشته به اضافه 200 300 تا سریال و اینا، ولی به طور مشخص سال گذشته 40 برنامه سینمایی و 70 گزارش و تلویزیونی علیه ما ساخته. اینجا الان من تمام فیلمایی که علیه ما ساخته در مورد عملیات به قول خودش مرساد یا فروغ جاویدان، صیاد شیرازی، حمید نوری، نمیدونم داستان اپورتونیست، یعنی هیچ وجهی از وجوه ما نیست که این علیهش فیلم نساخته باشه. یه فیلمی هم ساخت که حتما همتون میدونین، سرهنگ ثریا، که راجب خانواده های کمپ اشرف بود. این خانومی که کردنش به اصطلاح اسم فیلم روش گذاشتن، این از سرفالانجای اونجا بود که دیگه با افسرهای عراقی و اینا اونجا هماهنگی میکردن علیه اشرف و اون نعره ها و عربده هایی که میکشیدن، که این فیلمو میدونین که کارگردانش خودش اومد مصاحبه کرد و گفت از زمانی که من این فیلمو ساختم همه دوستان منو ترد کردن، آنفالو کردن و من نمیدونستم منافقین انقدر سمپات پنهان دارن. معادل این فیلم چیز بچه های کمپ اشرفه، این خانواده های کمپ اشرف بود، اینا بچه های کمپ اشرفه که تو سوئد نشون داده شد که این پروژه ادامه داره. یعنی اینا از کانال های ارتباطی که داشتن، چون کارگردان این فیلم هم یه خانمی به نام سارا موین که یه شوهر سوئدی داره، این شوهرش خبرنگار معروفی، از اون کانال ها استفاده کرده. یه شیری که فیلمی که از اصلا ارزش هنری نداره، به این جد نه اصلا تو مطبوعات اونجا انعکاسی پیدا کرد نه چیزی بهش دادن، ولی به دلیل همون ارتباطاتی که داشتن اینو توی یه فستیوالی بردن توی یوتوبوری که قرار بود بعد از فیلم پرسش و پاسخ باشه، ولی به محض اینکه چند تا از بچه‌های اشرف رفته تو سالن حاضر شدن، پرسش و پاسخ رو دیگه برگزار نکردن، چون واقعا دستشون خالی بود. سراسر فیلم هم مزخرف بود، هم مبتذل بود، هم دروغ بود. بنابراین منتها خب حالا در ادامه‌ش هم هست که خب همین برخوردی که قاطع هم هنرمندان عضو شورا کردن، هم آقای ادیبی مقاله نوشت، هم یه سری شخصیت‌های سینمایی مثل آقای مهینی یا شخصیت‌های سیاسی مثل آقای بهرام رحمانی، اینا مقالاتی که نوشتن در واقع برخورد قاطعی با این فیلم شد. منتها خب این جنگ سیاسی جنگیه که ادامه داره، اون طرفش رژیم، یه وجهش هم که برادر سنا توضیح داد.